پنجمین روز تیر ماه برابر با 26 ژوئن روز بین المللی سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان شکنجه. 14 سال پس از تصویب پیمان منع شکنجه توسط سازمان ملل و در 50مین سالگرد تصویب بیانیه حقوق بشر، سازمان ملل این روز را به عنوان روز جهانی مبارزه با شکنجه اعلام نمود. سال 633 خورشیدی برابر با 1254 میلادی زادروز مارکوپولو سیاح و جهانگرد ایتالیایی که به همراه پدر و عمویش به چین سفر کرد و مدتی در این سرزمین و جزایر شرقی آسیا به سیاحت پرداخت. مارکو سرانجام پس از 24 سال به ونیز بازگشت و کتابی در رابطه با فرهنگ و تمدن چین و آداب و رسوم آنان و مسائلی از قبیل رواج پول، پل‌های بلند، شهرسازی، پست، نظافت و بهداشت نگاشت که چون برای مردم اروپایی قرون وسطایی باور نکردنی بود، خانواده پولو را مسخره کرده و دروغگو نامیدند. سال 1306 خورشیدی برابر با 1927 میلادی اختراع سینمای ناطق توسط جان سابتیل آمریکایی. از ابتدای کار سینما کوشش‌های بسیاری صورت گرفت تا فیلم‌های ناطق ساخته شود. تا قبل از اختراع سینمای ناطق، فیلم‌هایی که در سینماها محدود و معدود آن زمان نشان داده می‌شد، صامت بود. یعنی سخن و صدایی از بازیگران شنیده نمی‌شد و بیننده با توسل به نیروی تخیل خود باید مقصود هنرپیشه را درک می‌کرد. کمی بعد صداهای مختلف و موسیقی‌های متنوع با موفقیت در فیلم‌های سینمایی به کار گرفته شد و یک سال بعد یکی از دست‌اندرکاران امور سینما و متخصص فنی آمریکا به نام جان سابتیل موفق شد صدای گفتگوی بازیگران را نیز در بین دیگر صداها وارد کند. به این ترتیب اولین فیلم ناطق جهان به نام خواننده جاز ساخته شد. سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی امضای منشور سازمان ملل متحد. از اواسط جنگ جهانی دوم دولت‌های قوی به فکر تأسیس سازمانی بین المللی افتادند که بتواند از وقوع جنگ‌ها جلوگیری کرده و در مواقع بروز اختلاف و جنگ در راه پایان آن تلاش کنند. از این رو سران دولت‌های آمریکا و انگلیس منشوری مشتمل بر 8 ماده امضا نمودند که بعدها به مناسبت محل امضا در اقیانوس اطلس به منشور اتلانتیک اشتهار یافت. دولت‌های دیگر نیز با پذیرفتن متن منشور به صف امضا کنندگان آن پیوستند و بدین ترتیب مقدمات تأسیس سازمان ملل متحد به وجود آمد. در جریان مباحثات مربوط به تنظیم اساسنامه سازمان ملل متحد، قسمت اعظم اختیارات اجرایی سازمان به شورای امنیت سازمان ارجاع شد که 5 کشور بزرگ آمریکا، شوروی سابق، انگلستان، فرانسه و چین عضو دائمی آن محسوب می شدند. با اصرار و پافشاری دولت شوروی برای هر یک از 5 عضو دائمی شورای امنیت حق وتو منظور شد.